سلام دوستان از اون محترم بودان هر جا خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی هستم که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم دارم که این تلاش مورد پسندتون واقع بشه قبل از اینکه اخبار رو شروع کنیم که امروز خیلی داغم هست ازتون از, از خواهش میکنم اگه تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر و راحت‌ترم دیگه رو پیدا کنید و ویدیو رو لایک بزنید در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید اما بریم سراغ اخبار با ادامه اصرار جمهوری اسلامی بر شروط فرابرجامی و به بنبست رسیدن مذاکرات اختلافات بین مقامات جمهوری اسلامی به طور بی سابقه تشدید شده در همین راستا مصطفی قطبابادی نماینده مجلس نمید اشاره به اوضاع بغرنج داخلی پیشنهاد طرح عدم کفایت ابراهیم رئیسی رو مطرح کرد اولین بار که در دوره رئیسی اتفاق داره میفته تا حالا فقط یه بار برای احمدی نژاد در حد همین طرحش مطرح شده و در این باره گفته حتی اگر وزرا هم تغییر کنه مشکلات حل نمیشه و پا میمونه در واقع مشکل از وزرا نیست از جای دیگه ای و تنها چاره ای کار هم طرح عدم کفایت اجرایی رئیس جمهور قطبابادی با اشاره به موانع طرح استیزاه وزیر سمت گفت که استیزاه یک یا چند وزیر فایده نداره و گفته هیئت رئیسه مجلس مانع استیزاه میشه چرا که تفکر آنان تعامل حداکثری با کابینه است کاشکی <تص> به این نتیجه میرسیدن یه خودکشی دست جمعی میکردن همه راحت میشدیم چون از اون بالا تا پایین همه شما هم استفا بدن مشکل نف... میخوام بنزن گردن رئیس مشکل رئیس شما نیست با مشکل ساختار نظام مشکل تک تک شما این که تو مجلس نشستین مشکل اون خامنه ای که بالا نشسته مشکل اصلا اینه که کی گفته اون حالا کسی که درس نخونده یه تایر سفید یا مشکی گشته رو سرش میتونه بره واسه مملکت تصمیم بگیره مشکل با, با خود شما این مشکل همتون با همین مشکل طایفتونه مشکل نه که شما ایرانی نیستین مشکل نه که شما دلتون برای مردم نمیسوزه حالا هر سری هی تو بنداز گردن اون اون بنداز گردن این هیچ کس هم نداره که بگی آقا مشکل از اون بالای بالای حرمه یعنی نه فقط بالای حرم بالا تا پایین حرم ولی هیچ هم نمیگه آقا اون بالای مقصره او با این حال تاکید کرد که تعاملی با مجلس برقرار نیست و گفته دولت یک طرف اعلام میکنه که با مجلس تعامل داریم این در حالی که ما مجلسی ها چنین تعامل ادعایی را ندیدیم و تجربه نکردیم در ادامه پرسیده چرا مجلسی که قرار بود در رأس امور باشه تا به این حد به حاشیه رانده شده یعنی مشکل اصلش اینه که چرا ما تحویل نمیگیریم مشکل نیست که آقا گرونی مردم بدبخت بیچاره چرا کار نمیکنین مشکل اینه که آقا چرا ما تحویل نمیگیریم. در ادامه با اشاره به رئیسی گفته یک نامزد از جانب خاصی روانه پاستور شده حالا میخوان او رو نگه دارن ولی چهار سال دیگر سرنوشت و همانند رؤسای جمهوری قبلی خواهد شد حالا ما کاری نداریم حالا میگه یه سوال دارم فقط اگه این موقع فک و فامیلش هستین یا کسی از رفیقا و همفکراش رو دیدین اینو بپرسید این چهار نفری که الان تصویرش اینجا میبینین حداقل میتونیم بگیم احمد چی هستن یه خودش رو داشت جنای رو داشت رفسنجانی که اصلا یک, جن... یک نسل و جنریشنی از نظام پیروش بودن حالا خاتمی و روحانی هم که تایی کدوم جناح بوده از بین این چهار تصویر کدومشون بوده که اومده گند نزده تپه سالم باقی گذاشته که الان مثلا میخوان بگن از یک جناح خاص رفته اگه از اون جناح نمیرفت از اون یکی جناح میرفت ممکن مثلا یه حرکتی کرده باشه یعنی اون انقدر آی سطحش پایینه که حتی نمیدونه که مردم دیگه میدونن اگر بدونن که مردم میدونن خیلی جلو میفتن و حداقل میفهمن که آقا دیگه گول نمیخورن یه یه استراتژی جدیدو بیاریم مشکل که انقدر سطح آی پایینه که هنوز نمیدونن که مردم میدونن این مشکله علی متعری هم قشنگ معلومه که بردن سیر اخیه با انتشار بیانیه مدعی شد که اظهارات او درباره هدف اولیه جمهوری اسلامی برای ساخت بمب به درستی منعکس نشده معمولا خبرنگار وقتی مصاحبه میکنه صدا رو ضبط میکنن نیومده تحلیل کنه خبرنگار که همون چیزی که ضبط کرده اومده همونو چاپ کرده متری دیروز در مصاحبه با ایسکان نیوز گفته بود هدف اولی جمهوری اسلامی از ورود به فعالیت های ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بوده این اظهار نظر متری با واکنش گسترده رسانه ها مواجه شد یک مقام آگاه در سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی علی متری در این زمینه رو تکذیب کرده این محمد در گفتگوی با تور نیوز پنانکاری در فعالیت های هسته جمهوری اسلامی رو اتهامی از سوی دشمنان نظام دارست خیلی هم هرکی هر کی که بیکار میشه یعنی تا وقتی که اینا سر کارن تا وقتی سر سفرن حرف نمیزنن که همین که از سر سفره میگن آقا پات جمع کن دیگه برو نوبت ماه میان بیرون میشن بلبل سخنگو میشن افشاگر تا وقتی اون تو بود خودش نایب رئیس مجلس بودش یک کلمه در مورد مسئله حرف نزده اما خب حالا میاد میگه از اون اولم اینو هدفشون بمب اتم بوده اسکانیز نیوز با انتشار گزارشی مدعی شد که در اظهارات متری تحریف صورت گرفت اما تایید کرد که پیش از فتوای خامنه ای مبنی بر حرام بودن ساخت بمب اتمی ایده در کشور به دنبال ساخت بمب اتم بودن اونم که فشار آوردن گفتن آقا و پس بگیر دیگه یعنی چی چیکار میخواد بکنه درشو تخته میکنن اما رسانه‌های اسرائیلی به نقل چند مقام دیپلماتیک خبر دادن که ارزیابی دولت اسرائیل از احتمال موفقیت مذاکرات احیای برجام تغییر یافته و گفته اونها شانس امضای توافق جدید نزدیک به صفره روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی نوشته منابع دیپلماتیک تاکید کردن احتمال اینکه طرفین در روزهای آینده به توافقی برسن به طور تصاعدی در حال کاهش یعنی ممکنه ممکن منفی هم بشه این منابع اعلام کردن درخواست جمهوری اسلامی برای حذف سپاه از فهرست گروه های تروریستی آمریکا جدی ترین مانع در مسیر مذاکرات وین بوده به نظر میاد دو طرف در این زمینه به توافقی نرسیدند. این روزنامه نوشته آمریکا پیشنهاد داده که سپاه از این فهرست خارج شد و نیروی قدس سپاه به این گروه اضافه بشه اما جمهوری اسلامی با این درخواست نه تنها موافقت نکرده بلکه تازه یه سری درخواست جدید ارائه کرده یک مقام دیپلماتیک در این زمینه به اسرائیل هیون گفته جمهوری اسلامی روز به روز درخواست بیشتری رو داره ارائه میکنه و آمریکا نیز با موانعی از داخل مواجه بنابراین هر چقدر زمان بیشتر به جلو میره شانس دستیابی به توافق کاهش پیدا میکنه من بارها بارها گفتم گفتم این اصلا نمیخوان این یعنی سپاه به هیچ عنوان نمیخواد این توافق بسته بشه برخلاف اینکه خامنی و حالا بخش دیگه ای از نظام میخوان ولی سپاه اینو نمیخواد به خاطر اینکه میدونن خامنه ای تا انتخاب رهبر بعدی فقط یک قدم فاصله داره اونم برجامه یعنی اگه برجامو اوکی بکنه مطمئنا قدم بعدیش اینه که یکی از این مشتبای مصطفی کسی از این فک رو بیاره بذاره جای رهبر سپاهین نمیخواد میخوان برن به اون سمتی که شورای رهبری تشکیل بشه و یه سری یه سری درا وا بشه خوره راحت‌تر بتونن خودشون زندگی کنن یه خوره بدون دغدغه و بدون مخالفت با ما چه میدونم نماینده امام زمان بتونن برن جلو هر موقع هم که نزدیک میشن بین اتفاق سپاه بارها بارها گفتم دیگه یه موشک میزنه حمله میکنه بعد میگه آقا جدی نگرفتم میگه ما بودیم بابا جدی بگیریم من دارم میگم ما زدیم که یه جور بخواد چوب لای چرخ اینو بذاره که نبندن به خاطر اینکه اونها منافع شخصی خودشونو این وسط نگاه میکنن بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی در این زمینه ابراز خورسندی کرده و یا ایرلاپید نیز دو روز پیش در نشستی مطبوعاتی خبرنگاران گفته اگر در وین توافقی امضا نشه او متاسف نخواهد بود ایال هولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل نیز این هفته به واشنگتن سفر کرده تا با جک سالیوان همتای آمریکایی خودش دیدار داشته باشه این جک سالیوان واقعا همون جک سالیوان براش بهتره ای یک مقام بلند مرتبه اسرائیل هیون گفته هدف سفر هولاتا به واشنگتن ایجاد هماهنگی لازم برای سناریوی شکست مذاکرات وین که یکی از مهمترین بحثایی که سعی می‌کنم حالا در این هفته امتحان دارم ولی هفته بعدی حتما اگر تا موقع نزده باشن با یکی از حالا تحلیلگران اسرائیلی بتونید مصاحبه کنیم با هم بخاطر خاطر اینکه قاعدتا تا الان اگر یه عنصر بازدارنده به نام برجام قرار بود بیاد که شاید جمهوری مخفیانه کار کنه شاید یه خوره عقب بندازه اگر این اتفاق نیفته قاعدتا شرایط خیلی پیچیده تر هم خواهد شد به نظر میرسه این نشست هولاتا و جوک سالیوان هم به خاطر همینه چون اگه حالا دیگه آقا اگه وین در کار نیست اگه توافق بسته نمیشه پس بریم کمک کنیم بزنیم دیگه به خاطر اینکه میگن اگر نزنیم میسازه دیگه الان دیگه اون ترمزی هم که بایدن فکر میکرد میتونه بکشه همون به صورت فرضی هم دیگه وجود نداره اما بریم سراغ خبری که دیشب همون شوکه کرد میدونم که البته منتظر این خبره هستید چند و رو بدونید خیلی واکنش جالبی هم داشته یه سرش براتون آوردم همونطور که میدونید ایلان ماسک دیشب به وقت ما دیروز به وقت آمریکا تویتر رو با کل سهامش یه تنه خرید و گفت امیبا توییتر واسماس 44 میلیارد دلار هم بابتش پول داد مذاکرات برای انجام این معامله که تا هفته پیش قطعی به نظر نمی رسید در تعطیلات آخر هفته و پس از اینکه ایلان ماسک با ارائه جزئیات مالی پیشن... مالی پیشنهادی خود سهامداران رو تونستش به حال راضی بکنه سرعت گرفته ماسک پیشنهاد کرده بود که تویتر رو به ازای هر سهم 54 دلار و 20 سنت خریداری میکنه معامله دیروز به وضعیت توییتر به عنوان یک شرکت سهامی که در سال 2013 وارد بورس شد پایان خواهد داد ماسک در بیانیه‌ای که پس از این توافق منتشر کرد گفت آزادی بیان بستر یک دموکراسی کارآمد و توییتر میدان دیجیتال شهر به شمار میره که در اون موضوعات حیاتی برای آینده بشریت به بحث گذاشته میشه همچنین گفته میخوام توییتر رو با بهبود محصول و حالا محصول و ویژگی های جدید اینکه اوپن سورس کنن یعنی اون کد‌های پشت پرده رو به نمایش بذارن الگوریتم ها رو بذارن برای افزایش اعتماد مردم که بدونن آقا همه مطالب به یک دید به یک چشم داره نگاه میشه نه که یه سری رو حذف کنیم یه سری کمتر نشون بدیم یه سری بیشتر نشون بدیم و اینکه تمام این ربات‌ها ها و اینایی که مثل اکانت هایی سایبری و غیره که ما خیلی باشون آشنایی داریم اینا همه هست بشن احراز هویت برای همه آدم ها نه که فقط واسه چپولای فلان و عوامل جمهوری اسلامی و غیره باشه واسه همه باشه همه آدم ها بتونن بگن آقا من واقعی هم کپی پاسپورتش رو شدن از رو بفرست و اونجا بتونه تاییدش کنن خلاصه قراره که خیلی بهتر بشه توییتر پتانسیل فوقلادهی گفته داره من مشتاقانه منتظر همکاری با این شرکت هستم و جامعه کاربران اون رو سعی کنم بیشتر بکنم اما جالب بدونید تا همین دیروز زور هیئت مدیره اون مدیر عامل مثلا چپولش میگفت تحت هیچ شرایطی ممکن نیست که این کارا من با نهایت قدرت واسه نما احتمالاً سمدار زنگ زدن دو تا زرد <تصفح> توییت بعدیش که آقا داریم قرارداد میبندیم و این به بعد میشه برای ایلان ماسک جالب بدونید که ماسک همچنین در توییت دیگه گفته من امیدوارم که حتی بدترین منتقدان من در توییتر باقی بمانند زیر آزادی بیان همینه اتفاقا یه سریم شروع کردن از همین چاپولا فوش و بعد بیرا بهش دادن گفتن ما هر روز فوش میدیم میدیم تا کی طاقت تا میاره اینا نمیدونستن که آقا یه آدمی که انقدر ثروتمندترین آدم دنیا که الان یه همچی پلتفرمی هم داره وقت نمیکنه بره توییتر اینا راستن بخونه که بخواد واکنش نشون بده رویترز هم این وسط ها گزارش داده که ارزش سهام توییتر پس از اعلام خبر خرید اون ایلان ماسک بیش از 6 درصد دیگه جهش کرده ایلان ماسک قبلا گفته بود که شخصا و با پول نقد خودش توییتر رو میخره و شرکت های دیگر نظیر تسلا و یا اسپیس ایکس یا که او در اونها سهام داره در این معامله دخیل نخواهند بود در همین حال جیم جوردن نماینده جمهوری مجلس نمایندگان آمریکا از انتشار خبر اخبار فروش این شبکه اجتماعی به ایلان ماسک استقبال کرد و گفته این معامله هم به نفع سهامداران هم به نفع آزادی بیان واکنش ها خیلی زیاد بوده خیلی چند تا بگم حالا میتونم یه سری از خبر خبرها بیشتر حواشی حال میکنن خیلی از فرماندارا خیلی از خواه شروع کردن پیشنهاد دادن که آ توییتر اون مرکز رو بیار تو ایالت ما مثلا با نمکترینش فرماندار تگزاس بوده گفته آقا تو تسلا رو اینجا داری ناسا هم آوردیم اینجا تو هم بلنش وردی بیار مثلا همه رو با هم تگزاس و غیره واکنش خیلی جالب بود یعنی تمام جمهوری خواهان به یه چشم پیروزی بسیار بزرگ ده حالا جلوتر یه ویدیو از تاکر کارسون داریم اون فکر کنم با رسم شک بهتر براتون توضیح میده که چی به چیه در همین حال دونالد ترامپ بله به شبکه فاکس نیوز گفته به تویتر بر نمیگرده حتی اگر حساب کاربریش در این شبکه پس از در اختیار گرفتن اون توسط ایلان ماسک به او برگردونده بشه ترامپ گفته ظرف چند روز آینده به طور رسمی به شبکه اجتماعی خودش به نام حقیقت یا تروس ملحق خواهد شد ترامپ گفته قرار نیست به توییتر برم قراره در تروس بمانم من همیشه با اینم هم بگم حالا اومده گفته آقا من داشتم میدیدم این که مردم توی تلگرام دارن می که یک گروه داره لینوود وکیل سابق ترامپ گفته که خیلی برای من جالب بودش که مردم داشتم گفتن که ترامپ برمیگرده و عین لحن خودش گفته برای رقابت با پلتفرم رسانه اجتماعی خودش شوخی میکنین پرزیدنت ترامپ بزرگترین رئیس جمهور در تاریخ کشور ماست او به دلیل احمق بودن به موقعیت خود به عنوان رئیس جمهور تاجر نرسیده من کاملا معتقدم که او یک نابغه واقعیه برخلاف برخی دیگه که ادعا میکنن نابغن اما واضحه که نابغه نیستند یعنی بحث علیم اینه که نمیاد به خودش خنجر بزن وقتی رسانه اجتماعی خودش ایجاد کرد حالا از اون بیاد بیرون بره تو توییتر ولی من فکر کنم بره ولی با یه مقدار تأخیر بره به خاطر اینکه میدونه خودش که اون تا این رسانه اجتماعی خودش بخواد گنجایش پذیرش این همه انسان رو داشته باشه شاید چند سالی طول بکشه اما یکی از کسایی که هول داد این قضیه رو جک دروسی بوده بنیانگذار اصلی توییتر در اظهاراتی گفته اطمینان داره که هدف ایلان ماسک از خرید شرکت توییتر گسترش نور آگاهی است این آدم که با خامنه ای مقایسه میشد تو دیکتاتوری حالا رنگ عوض کرده چرا جلوتر میگم درستی گفته مالکیت خصوصی یا مدیریت خصوصی آن به گمان من کار درستی نیست و توییتر باید کالای عمومی باشه و نه یک شرکت ایلان ماسک تنها راه حلی که اطمینان دارم توییتر رو به اصل خودش برمیگردونه او در ادامه نسبت به خروج توییتر از دارایی های وال ابراز خرسندی کرد و گفت هدف ماسک از تبدیل این رسانه اجتماعی به پلتفرمی قابل اطمینان را اقدام درستی میدونه اما بهتون بگم که از همین قراردادی که الان بسته شد از همین حالا خرید و فروش که انجام شد تقریبا کنه دقیقا 974 میلیون دلارشون زد به جیب اگر که ایلان ماسک نمی اومد این عدد حداقل 40 درصد کمتر بود 974 میلیون گذاشت تو جیبش همزمان بلومبرگ گذاشته داده سورس های توییتر قفل شده یکی از خبرهای بسیار حساس و داغ بودش یعنی به محض اینکه این خبر اومد بلا فاصله کدای, کدای برنامه برنامه نویسی نوشته شده برای توییتر رو قفل کردن که کارمندان نتونن عوض کنن یه ذهنیتی بود از اینکه الان تا بگن ایلان ماسک خریده برن سر الگوریتما رو پاک کنن اثرات جرم رو از بین ببرن که سورس کد قفل کردن که کارمندان نتونن عوض کنن البته یه اتفاق دیگه هم افتاد کارمندان اومدن یه پوشه ای رو آپلود کردن به عنوان تو فضای مجازی به عنوان سورس کد اصلی توییتر که این پوشه خالی بود میگن به یه نوعی اشاره داشتش به ایلان ماسک یعنی ما در نهایت سورس کد رو نمیدیم بعید میدونم اونا نصف بیشترشون هم. حالشون خرابه خیلی ترسیدن میدون اکثرشون هم به خاطر حقوق این کارو نمیکردن واقعا افکارشون انقدر پلید بود و فکر میکردن که داشتن آزادی بیان در آمریکا مزره اما بریم چند از این واکنش خیلی بانمک رو با هم دیگه ببینیم راب راینر که کارگردان تهیه کننده آمریکایی تو توییتر توی نوشته حالا که ایلان ماسک در حال خرید توییتر این سال برای همه ما پیش میاد که آیا به جنایتکاری کاری که از این پلتفرم برای دروغگویی و انتشار اطلاعات نادرست برای سرنگونی دولت آمریکا استفاده کرده اجازه میده برگرده به فعالیت جنایی یا مجرمان خودش ادامه بده و اگر این کارو کرد چجوری ما باش مبارزه کنیم جان ریچ که خودش هم تران سر و آهنگ سازه اومده گفته آروم باش راب من مطمئنم که اجازه میدن هیلاری کلینگتون برگرده راینر داشته منظورش ترامپ بوده داشته میگفته اسمم نگفتین اومده گفته مثلا من اون کسی که داری میگی در حقیقت هیلاری کلینتونه ولی میذارن اون باشه نگران نباش بیرونش نمیکنن اما سناتور مارشا برن در یه توییتی نوشته خرید توییتر توسط ایلان ماسک چپ ها رو به وحشت میندازه زیرا اونا نمیخوان قدرت آنها برای سانسور محافظه کاران تهدید بشه یکی از کاربرای ایرانی توییتر هم به دیپلماسی جواد ظریف در توییتر و اهمیت این پلتفرم اشاره کرده و با نقل قول از ظریف در رابطه با توییتش درباره سرنگونی آپایم اوکراینی با تک کردن اکانت ظریف و نایاک نوشته دیپلماسی توییتری محمد جواد ظریف برو توییت بزن تکذیب کن این فرمان را شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در رابطه با سرنگون کردن هاپمای اوکراینی به ظریف داد مشخصه که توییتر مهمترین پلتفرم برای پخش اخبار دروغ و دیس اینفورمیشن ظریف و کل نظامه که با استفاده از ایادی خارج نشینشون تازه این اخبار رو شروع کنن پشتن پخش کردن و بست دادن اما یه اتفاق دیگه که بسیار جالب بود افتاد موقعی که ترامپ میخواست انتخاب بشه یه هشتگی تو اینترنت راه افتاده بود که همه این چپولا میگفتن آقا اگر ترامپ رئیس جمهور بشه ما میریم کانادا انقدر این هشتگ زیاد کار شد انقدر بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد آدما فقط رفتن همینجوری ببینن که تو سایت مهاجرت آمریکا چی نوشته کانادا چی نوشته که یه مدت سایت داون شده بود سایت بالا نمی اومد به خاطر اینکه ترافیک روش خیلی زیاد بود هیچ کس هیچ کسی هم نرفت مثلا رابرت دنیرو گفت من میرم یه سری دیگه هم, هم موندن هیچ اتفاق هم نفتد. نه تنو موندن بلکه با شکوفایی اقتصادی که ترامپ آورد ثروتشون بیشتر شد آرامششون بیشتر شد و غیره دقیقاً قبل از اینکه خبر فروش حالا توییتر به ایلان ماسک بیاد بیرون یه عدد آدم بودن دوباره داشتن پست میزدن که آقا اگر توییتر واگذار بشه به ایلان ماسک ما اینجا رو ترک میکنیم ما حذف اکانت میکنیم همینم هم خیلی جالب بود به خاطر اینکه بعد از یه مدت اینا هشتگی از اینجا رو حذف میکنیم به اینکه ما میریم کانادا تغییر مسیر داد و مثلا اگه نگاه کنین نوشته که اگر ایلان ماسک توییتر رو بخره من میرم به کانادا بعد جالبش اینه که یکی از کانادایی خیلی باحال اومده زیرش نمیشه چرا فکر کردین که شما رو را میدن اینجا ما باز خودمون مرز داریم قوانین مهاجرتی دارم داریم برعکس مرزای جنوبی آمریکا یعنی خیلی باحال از دوور یارو چپ و راستی زده اولا گفته که چرا فکر کردی تو رو را میدیم دومی که مگه اینجا مثل جنوب آمریکا مرزش هر کی هر کی خواست بیاد تو این خیلی باحال بود یه دونه دیگه, دیگه, دیگه براتون نشون بدم که ببین مثلا ایندیپندنت که دیگه همه میدونید تو بخش فارسیش هم مدت هاست که جزء مالکش قوی نظام اومده خبر کار کرده یعنی اینو تو سایتش گذاشته که چجوری اکانت توییترتون رو حذف کنید این واقعا چی بگم والا هم میتونم میگم هم واقعا مسخره است که کدوم سایت خبری رو دیدی تا حالا که بیاد یه پستی بذاره در مورد یه پلتفرم بگی چجوری اکانتتون رو حذف کنیم یه چیز دیگه هم که خیلی باحال بود برای این سایت اه اکانت ورج این بغل گذاشته که چجوری اکانت تو توییتر رو حذف کنی بعد یکی از ترولای ایلان ماسک اومده نوشته نگران نباش من خودم برات حذف میکنم میگم بحث کلکل -کل بسیار بسیار داغ الان تو توییتر اگر خود کلمه ایلان ماسک رو به عنوان تاپیک سرچ کنید یه عالمه براتون میاره که من فکر کنم تا همینجاش که براتون گفتم کافی باشه ایلان ماس تایید کرده که درخواست همکاری با بیل گیتس رو در مورد تغییرات آب و هوایی رد کرده اینم جز خبره خیلی داغه که دقیقا در همین زمان خاص اومد بیرون علت چنین بوده که بیل گیتس قرار بوده سهام تسلا رو بخره ولی کوتاهی کرده اسکرین که از پیام های ماسک و گیتس منتشر شده نشون میده که ماسک از گیت پرسیده که برای خرید بخشی از سهام تسلا نیم میلیارد دلار داری گیتس گفته نه متاسفم و هنوز سهامو نخریدم گیتس سر پیام دیگه ای نوشته من میخوام در مورد مسائل بشر دوستانه با صحبت کنم ماسک هم در جواب گفته که نمیتونه مسائل بشر دوستانه گیتس جدی بگیره گفته وقتی تو در مقابل شرکت تسلا که بیشترین تلاشو برای حل تغییرات اقلیمی انجام میده کوتاهی میکنی نمیتونم جدی بگیرمت جالب اینه که ایلان ماسک پیشم با توییت کردن تصویر ایموجی مرد حامله گیتس مسخره کرده بود هنوز در مورد پیامهای منتشر شده اظهار نظر نکرد حالا جرأت داری برو جواب بده الان یکی از محبوب ترین شخصیت های میتونم بگم سیاسی فرهنگی رسانهای دنیاست ایلان ماسک جواب بدی ملت لهت میکنن اما بریم یه سری خبرهای دیگه بهتون بگم که اونم براتون باید جالب باشه در شرایطی که به گروه های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت در مشهد داده نمیشه گزارش ها در شبکه های اجتماعی که از برگزاری کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب لبنان در مشهد هستش در پستر تبلیغ این کنسرت که در شبکه های اجتماعی منتشر شده با رنگ قرمز تاکید شده که کنسرت قرار است خانوادگی باشد این موضوع با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و کاربران از اینکه در ولایت خودمختار مشهد برای گروه تروریستی مجوز برگزاری کنسرت صادر شده اما گروه های موسیقی ایرانی حتی به دارو بودن مجوز از وزارت ارشاد اجازه برگزاری کنسرت در این شهر را ندارند انتقاد کردند بهمن بابازاده خبرنگار روزه موسیقی با انتشار تصویر نوشته شهر ممنوعه مشهد برای کنسرت موسیقی از ششم تا شانزده اردیبهشت پذیرای سه گروه موسیقی خارجی برای برگزاری کنسرت خواهد بود گروه حزب لبنان قوالی پاکستان و منقبتخانی افغانستان کاشکی میشد شکیرا را مسلمون میکردن میوردن ایران کنسرت بذاره چی میشد به خدا با اینکه همه از برگزاری کنسرت موسیقی در ماه رمضان در مشهد تعجب کردند رئیس مرکز اطلاع شهرداری مشهد گفته ده گروه خراسانی اجرای سنتی آینی نیز در این جشنواره برنامه دارن به گفته او 13 گروه داخلی و خارجی در رویداد رمضان مشهد اجرا دارند این رویداد شامل نمایشگاه محصولات جشنواره غذا اجراهای مذهبی آینی است قبل از این علم، احمد علم الهدا امام مشهد سانتا کلاس مشدیا به سرعت گفته بود که نه تنها با برگزاری کنسرت موسیقی در مخالفه بلکه اساساً با برگزاری کنسرت در کل کشور مخالفه مخالفت همیشگی احمد علم با برگزاری کنسرت عملا باعث شده که شهر مشهد در چند سال اخیر کنسرتی نداشته باشه فقط کارنوال ازا داشته باشه اما بعد از اینکه خبرگزاری میزان از برطرف شدن محدودیت فیزیکی در مقابل خونه محل سکونت میروسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داده همونطور که دیروز بهتون گفتم وکیل موسوی تاکید کرده که آقا هست مسرو نرفته کنار هنوز هست فقط همسایه ها گیر داده بودن که آقا این در مزاحم اون دره رو از سر بنبست اختر برداشتن محسن رحمی وکیل موسوی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته زمانی که این روند به سمع مهندس موسوی رسید ایشون اعلام کردن من یا آزاد هستم که در آن صورت خودم میدانم که صلاح است با چه کسی ملاقات کنم یا نکنم بیان که آزادی های قانونی را ندارم که در آن صورت دلیلی برای ملاقات با کسی نمیبینم وکیل موسوی گفته که تنها برخی محدودیت های موجود در کوچه اختر پایان گرفت و محدودیت هایی که برای ملاقات ها و رفت های محصورین وجود داشت همچنان نیز ادامه دارد یعنی مثلا میر حسین میتونه بیاد سر کوچه مثلا گرگم به هوا بازی کنه ولی اون یاران اصلاح طلبش که از کثیفترین عوامل جمهوری اسلامی هستن نمیتونن برن تو خونش مثلا در این حد اما یه چیز جالب بهت بگم وندی راجرز وندی راجرز سناتور آریزونا که همتون میشناسیدش به خاطر اینکه اخبار آریزونا رو تقریبا ما جویدیم اینجا با هم دیگه یه ادعای کرد دیروز که مثل بمب صدا داده نوشته ماکرون در انتخاب تقلب کرده بعد عین متنش که گفته انتخابات دزدیده گفته خیلی جالبه گفته که ای میهن پرستان رفیق من که فرانسوی هم هستید امیختر سعی کنید موضوع رو بررسی کنید بعد خیلی جالب گفته هیچ که مثل شما نمیتونه پارتی کنه مثل سال 1776 که اشاره به انقلاب موسوم به انقلاب آمریکایی داره یه ویدیو هم تو فضای مجازی اومده که خیلی جالبه میذارم الان ببینیم تا قبلش میگم ویدیو رو کوچیک کردم که امیدوارم ربات های یوتیوب نتونن پیداش کنن و گنه صد درصد میخوابونن گفته که رعی پلوم شده رو باز میکنن برگه ها رو از توش تایم زیر برگه های رقیب ماکرون یه پارگی کوچیک داره که همین پارگی باز میشه دستگاه اینا رو به عنوان درست حسابی نشماره برن جزو باطله ها این هم میذارم ببینید براتون شاید جالب باشه زیرش هم خط میکشه دقت کنید اون پایین یه بریدگی ریز داره که اون باعث میشه که دستگاه اینا رو به عنوان رای قبول نکنه الان باز یه دونه دیگه که پلم هست میره اونم باز میکنه اونم اگه برگر نگاه کنید دقیقا همین وضعیت رو داره حال کلک هایی که متاسفانه شمارش با ماشین همه اینا رو خواهد داشت ببینید دوباره رعی که همشون زیرش اینجوری اما خب این از بوده دستگاهی شمارشی و غیره ولی خود مردم معمولا میدونن تو هر کشور مردم میدونن به کی رأی دادن خیلی دور از ذهن نیست مثلا وقتی یه کسی مثل رئیسی میاد اینجا کاندید میشه و مردم میدونن که نرفتن رأی بدن اگر رأی میدادن این رأی نمیورد تو فرانسه تقریبا همیشه جمعیت ناراضی از ماکرون به خاطر این چپول بازیش خیلی زیاد اصلا فرانسه رو یه تنه نابود کرده فرانسه که واقعا کیلومتر رو با اون فرانسه که شما شنیدید از پدرانتون اگر اومدن پدر بزرگاتون فاصله گرفته تبدیل شده به یه چی بگم بالا؟ تبدیل شده کلش به یه کشور مسلمون که خود فرانسوی ها یا آدم ها که از ادیان دیگه هستن معمولا نمیتونن به راحتی در تردد کنن حساب کنید مثلا دو تا ملیت مختلف چچنیا و سومالیا دعوا جنگشون شده بود خمپارو تانک خورده بودن وسط خیابون فرانسه که همیشه به سرزمین چه میدونم اشاق و شعر و مد و ترانه و غیر معروف بوده برای همینه که واکنش مردم هم در فضای عمومی این میشه مردم تقریبا تظاهرات بسیار جمعیت های خیلی زیاد در همه شهرها که نشوندنده این بودش که آقا تقلب شده دیگه چون وگرنه می... اون جنرال مقابلا باید می اومدن حداقل هزار نفر جلوی این چند صد هزار نفر می وای می گفتن نه رأی ما همین بوده ولی در همه جا اینجوری به خشونت هم کشیده شده پلیس هم اومده داخل وضعیت وضعیت بسیار بغرنجی تبدیل شده در همه شهر این وضعیت به صورت ادامه داره همین باز شده که هنوز چی نشده تیری برتون تیری برتون بیر کمیسر اتحادیه اروپا اعلام کرده که شبکه اجتماعی آمریکایی بالاخص هم از توییتر بوده گفته که در حال انجام فرایند واگذاری به ایلان ماسکه باید به طور کامل خودش با قوانین اتحادی اروپا تطبیق بده یکی از قوانین اتحادی اروپا چیه کسی حق نداره انتخابات زیر سوال ببره قبل از هر انتخاباتی برای همه کسایی که تو فضای مجازی کانال چیزی دارن یه ایمیل میره که اگر در مورد تقلب در انتخابات یا مطالب اینجوری اطلاعات غلط بدین کانالتون رو حذف میکنیم اما لوید آستین وزیر دفاع آمریکا مذاکرات دفاعی با نمایندگان بیش از کشور با ابراز اطمینان از اینکه اوکراین میتونه در نبرد کنونی و روسیه پیروز بشه آغاز کرده. آستین در جریان نشست پایگاه رامشتاین در آلمان به محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین و غیرقابل توجیه خواندن اون گفته مقاومت شما برای جهان آزاد الهام بخش بود و اضافه کرده واضحه که اوکراین به توانایی خود برای کسب پیروزی اعتماد داره و همه حاضران در این نشست هم همینطور وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه آمریکا ایالات متحده کمک های تسلیحاتی هنگفتی رو برای اوکراین تعمین کرده تاکید کرد که جنگ در اوکراین وارد فاز جدیدی شده آستین گفت ما در صدد از پانداختن پا روسیه تا به حدی هستیم که نتواند دست به اقداماتی مانند حمله به اوکراین بزند روزنامه گاردین نوشته های سوئد و فنلاند توافق کردن تو ماه دیگه همزمان درخواست عضویت خودشون در ناتو رو رسما ارائه بدن این خبر خبر بسیار بسیار خطرناکی اعلام کرده بود روسیه حتی چند روز پیش دوباره بار رسم شکل گفتش که اگر همچین درخواست ارائه بدن مستقیم تسلیحات اتمی میارم تو دریای بالتیک قرار میدم رسانا به نقل از مقام های این دو کشور نوشتن که حمله روسیه به اوکراین چشم امنیتی اروپا را تغییر داد و باید برای اقدامات روسیه آماده بود جدیدترین نظر ها نشون میده که در فنلاند اکثریت مردم موافق پیوستن این کشور به ناتو هستند و در سوئد نیز تعداد موافقان بسیار بیشتر از مخالفانه فنلاند حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت که کمتر از کرج ما میشه در میان کشورهای اروپایی طولانی ترین مرز مشترک با روسیه حدود 340 هزار کیلومتر رو داره ولی سوئد با روسیه هم مرز نیست یکی از دلایل حمله روسیه به اوکراین هم تقریبا همین مسئله است یعنی من واقعا موندم این آماری که میگن اینا من با تمام کسایی که تو فنلاند زندگی میکنم در ارتباط همشون میگن و اصلا به این صورت نیست ما همه مخالفیم حالا اینا دارن میگن که نه آقا همه موافقه که دلیل حمله روسیه به اوکراینه که کیه فازر نشده شرط عدم پیوستن به ناتو رو بپذیره بر همین اساس بسیار از تحلیلگران معتقدند که اگر هدف مسکو از حمله به خاک اوکراین جلوگیری از حوزه نفوذ ناتو بوده با توجه به اقدام غریب الوقوع سوئد و فنلاند به هیچ وجه به این هدف نرسید اجلاس بعدی سران کشور عضو ناتو روزهای 29 و جوان در مادرید برگزار میشه ولی مشخص نیست روند موافقت به عضویت این دو کشور در ناتو چقدر تور خواهد کشید بچه که نیستیم اونو از خداشون که ناتو تعداد کشوراش بیشتر بشه قاعدتا قبول میکنن اما جالب بدونید که پلیتیکو، گزارش شده در حالی که کشورهای غربی به حمایت تسلیحاتی مالی به اوکراین ادامه میدن روسیه خطوط تدارکاتی که تجهیزات سنگین و تانک رو به اوکراین وارد میکرده رو هدف قرار داده این در حالی که روسیه دیروز درباره خطر تشدید درگیری‌ها در, در اوکراین و وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داده سرگئی لاواروف وزیر خارجه روسیه مقامات اوکراینی رو به کارشکنی در روند مذاکرات صلح متهم کرده لاواروف در گفتگو با خبرگزاری روسی با انتقاد از رویکرد اوکراین در ممانعت از مذاکرات صلح گفته خطر وقوع جنگ جهانی سوم جدی است گفته این یک واقعیت که نمیتوان اون رو دست کم گرفت لاوروف ضمن تاکید بر اینکه مسکو به مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد داد زلنسکی را به تظاهر به مذاکره متهم کرده لاواروف گفته زلنسکی بازیگر خوبی اگه با دقت نگاه کنید آنچه که اون میگوید رو با دقت بخوانید متوجه خواهید شد هزار تناقض در سخنان او وجود دارد جالب بدونید که یه هشدار خیلی جدی هم داده و گفته که آقا خطر جنگ هسته‌ای یا حمله اتمی بسیار بسیار جدیه حالا نمیدونیم داره لاف میزه تا الان هر چی که روسیه گفته تقریبا هر تهدیدی که کرده تا الان انجام داد امیدواریم یکی شد حداقل قابل انجام نباشه اما بریم سراغ تاکر کارسون کسایی که حالا دوست دارن این بخش رو که با هم دیگه میبینیم من فکر کنم که علامنداش کم هم نباشه بریم ببینیم اون چی میگه در مورد این جابجایی saw the twitter good evening and welcome to tucker carlson tonight a good news show don't get those too often it's april 25th 2022 elon musk bought twitter today That means that Twitter henceforth will be privately held Elon Musk will determine what is allowed on the platform. او خیلی طولانی شد میگه که خب الان علیک میکنه خسته نباشید میگه میگه که یه خبر خوب داریم امروز براتون که حالا خیلی این اتفاق نمیافته امروز 25 اپریل 2022 البته امروز 26 می میدونن از ما تایمشون فرق داره برای تقریبا 7 8 ساعت پیشه گفته که بالاخره ایلان ماسک اومد و به صورت خصوصی تونس توییتر رو بگیره بخره و بریم میگه حالا میخواد در مورد این بحث کنه چرا این اتفاق بسیار بسیار مهمه میگه نه به خاطر اینکه یه نفر آدم حالا الیگارش تونسته بیاد یه همچی کاری بکنه میگه الان دیگه بسیار خیلی دیر شده این الیگارک خیلی وقته که هستن توی فضای مجازی توی رسانه های پلتفرمی Every major tech company is already controlled by billionaires. That's... هر رسانه اصلی بیگ تک الان داره توسط یک میلیونر یا بیلیونر بهتر بگیم داره هدایت میشه که مدت زیادی که به این صورت داره میگذره پس این اتفاق جدیدی نیست The reason today's sale of Twitter is big news. Uh, خبر فروش توییتر امروز یک خبر بسیار بزرگیه میتونه یک نقطه چرخش یک نقطه عطف در تاریخ ما باشه. به خاطر اینکه ایلان ماسک با بقیه بیلیونرها تو حالا بیزینس رسانه و غیره هم نظر و هم فکر نداره. Unlike the leaders of Facebook, Google, Apple, Amazon برعکس صاحبان فیسبوک، گوگل، اپل و آمازون ایلان ماسک اعتقاد به آزادی بیان داره اعتقاد داره که همه افراد باید شانس صحبت کردن رو داشته باشن اجازه صحبت کردن رو داشته باشن حتی افراد که با خودش مخالفه تا همون حرفی که تو توییتش بهتون نشون دادم میگم امیدوارم که همه کسایی که همه شانس انتقاد کردن رو تو توییتر توی داشته باشند، چون اینجا فضای به حال آزادی بیانه. because that is what free speech means به خاطر اینکه آزادی بیان یعنی همین now that sounds like an entirely american sentiment داین در در مورد یک مفهوم آمریکایی صحبت می‌کنه but in this atmosphere that is a revolutionary posture اما در این مورد خواست مثل یک حالا تصویر بسیار انقلابی به نظر میرسه of the five companies that control the flow of virtually all information that is consumed by the citizens of this country Twitter is by far the smallest of the group میگه بین پنج کمپانی اصلی که دارن کل گردش اطلاعات و تمام اتفاقات در فضای مجازی کنترل میکنن و مردم خوراک میدن توییتر کوچکترینشونه but it doesn't matter ولی اصلا مهم نیست One going rogue is to break the حتی اگر یه دونه از رسانه‌ها بتونه سرکشی بکنه و اون کار درست انجام بده برای شکستن این انحصار کافیه. That means you now have real for این یعنی که شما الان شانس رو دارید که بیایید و اون تفکرات و عقاید خودتون رو بروز بدین. اگر که با این کابینه که الان هست یا با کسی دیگه مشکلی داری این شانس به شما داده میشه که بیاید و برای مخاطبای خودتون با صدای بلند حرفتون رو فریاد بزنید. So they're up میگه اونا تو حالا قصری که کاخی که نشستن از اون بالا دارن با اون میکروفون خودشون هر روز به شما دستور میدن که از کی متنفر باشید و کی دوست داشته باشید به شما بر میکنن که کی آدم خوبیه کی آدم شیطانیه اگر که کودک هستید هیچ شانسی نداره که برای خودتون بتونید تصمیم گیری بکنید but before today you didn't have a right to express your disagreement in public. بیان که خودتون بتونید مثلا در مورد چیزای پایه‌ای و ابتدایی خودتون اظهار نظر کنید مثلا قبل از قبل از امروز شما حتی نمیتونستید در ملای عام در مورد حالا تفکراتتون به آزادی صحبت بکنید در مورد مخالفت هاتون که با حالا شرط فعلی دارید حتی حرف بزنید اگر که شما مخالفت یا انتقادی با شرایط موجودی که را رقم زدن داشتید یا حتی بدتر اگر سند و اسنادی داشتید که خط داستانی اونا رو یا اون قصه و داستان علکی که دارن تعریف میکنن رو به خطر میداخت شرکت های... حالا... رسانه‌ای بلافاصله اکانت شما رو می‌بستن. happened to us. It happened to a lot of people, most of whom you've never heard of. این اتفاق برای ما افتاده، برای خیلی دیگه هم افتاده که شاید اسمشون تا حالا نشنیده باشین. Never hearing about those people was the whole point of shutting them down. هیچ هیچ‌موقعی از این آدما نشنیدین به خاطر اینکه کل هدف این بوده که اینا رو خفهشون بکنن. But that's over. After today you'll be able to post your dissent in a place where other people might have a reasonable chance of seeing it. اما دیگه تموم شد از امروز بعد شما میتونید اطلاعات خودتون رو پست کنید توی فضایی که این شانس وجود داره که آدمای دیگه بتونن اونو ببینن یا بخونن In other words, you will have a chance to change other mind. به عبارت دیگه شما شانس اینو دارید تا نظر بقیه آدما رو عوض کنید. Just like the White House does every day. دقیقا مثل اون اتفاقی که وایت هاوس یا کاخ سفید داره هر روز انجام میده. الان با دروغ داره انجام میده. So you just became a little more powerful The people already in charge یعنی در حقیقت شما دارید یک کوچولو قدرتمندتر میشین و آدمایی که الان در نهایت قدرت هستند دارن یک کوچولو قدرتشون از دست میدن. It's that simple and it's that profound. به همون اندازه که میشنوید هم ساده است و همین که پایه یا اساسی. Of uh, course it could change. It's possible that at some point Elon Musk will decide he doesn't really want dissenting views on Twitter. That could happen. حتی اینم میگه الان فعلا اینجوری ممکنه عوض بشه ممکنه ایلان ماسک یه ای روز به نتیجه برسه که آقا نمیخواد آزادی بیان تو توییتر داشته باشه بیا داستان عوض بکنه ایلان ماسک میتونه هر کاری دوست انجام بده جست جف و مارک زاکربرگ کن دو دی دقیقا مثل همون کاری که زاکربرگ و جف بزوس صاحب آمازون هر کاری دوست دارن میکنن معمولا دارن همین کارو انجام میدن This این هزینه که ماها در به خاطر زندگی در یک سیستم سیاسی داریم میپردازیم so It انقدر داغونه که حتی نمیتونه اون آزادی رو که به شهروندای خودش داره قول میده رو برقرار بکنه And free speech is the first on that list. Why? Because democracy depends upon free speech. و جالب بدون آزادی بیان اولین مطلب در اون لیسته به خاطر اینکه دموکراسی وابسته است به آزادی بیان. And the irony is, if you'd like to save democracy, you are forced to look outside the democratic system in order to do it. جالب اینه که اگه شما بخواین که آزادی بیان رو داشته باشید و دموکراسی رو حفظ بکنید باید به خارج از سیستم امید داشته باشید که خارج از سیستم این اتفاقه رو بتونید رقم بزنید At this point you have no choice but to put your hopes in the good intentions of an eccentric billionaire. توی مورد خاص شما هیچ شانسی یا هیچ راه چاره‌ای نداری غیر از اینکه کل رو بدوزید به یه میلیونر یا یه بیلیونر ثروتمندی که مزارشی لاماس که دیگه. no no هیچ راه دیگه وجود نداره چون هیچ کسی قرار نیست بیاد برای نجات شما. So case of Musk we will see how this turns out. حالا در مورد ایلان ماسک باید نگاه کنید کنی ببینیم که این قضیه چه پیش میره. But for now, Musk's purchase of Twitter is the single biggest political development since Donald Trump's election in 2016. ولی الان خرید توییتر توسط ایلان ماسک بزرگترین دستاورد سیاسی برای مردم بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا میتونه باشه. It is certainly the most threatening challenge to the corrupt and incompetent leadership of this country. اما مسلما یه چالش بسیار بسیار بزرگه برای این کابینه فاسد و به حال ناکارآمدی که الان در این کشور وجود داره در آمریکا وجود داره Now that may not be to yet. ممکن الان برای همه آدم ها خیلی واضح نباشه But the in it. اما مردمی که الان در قدرت هستن قطعا متوجه هستن که چی به چیه. Here the scene Twitter in San Francisco when the Musk deal was announced. و این خیلی خوبه دوستان <applause> نگاه کن میگه که باید ببینید چه اتفاقی افتاده تو سان فرانسیسکو تو مقل اصلی شرکت وقتی که این خبر پخش شده که ایلان ماسک داره توییتر رو میخره خیلی جالبه جالب بدونید آدمایی که دارن گریه میکنن کارمندای شرکتن که هیچ چیزی عوض نشده فقط قراره به مردم یه سری آزادی ها داده بشه و اینا یه جوری عزا گرفتن انگار اینا قرار اخراج بشن انگار مثلا یکی اومده گفته آقا اعتقاداتتون اعتقاداتتون رو مثلا قرار از بین ببرم میگه ببخشید نوار اشتباه گذاشتن but میگه این چیزی که داشتیم میدیدید ازاداری یه سری مردم بود که اینا فکر میکنن قرار تا ابد کاملا در نهایت قدرت باشن در توییتر totally <كور> کسایی که فکر میکردن قرار بدون محدودیت تا, تا چی بگم تا آخر تا انتها تا دسته حکمرانی کنن رو اون فضا این آدم ها ناراحت بودن برای اینکه قرار در حقیقت بقیه مردم هم شانسی برای صحبت کردن داشته باشن خیلی این عمیقه ها یعنی اینا از این ناراحتن که قرار بقیه مردم هم حرف بزنن انقدر عجیب و غریب و دارن گریه میکنن این قبول این واقعیت داره خوردشون میکنه و این تصویر کاملا به شما اینو میفهمونه که چرا این آدمها به هیچ عنوان نباید در جایی باشن که بتونن صاحب قدرت بشن آدمایی که شدیدن خواستار انحصار در گفتمان و آزادی بیانن همشون قطعا از ایلان ماسک متنفرن not he's a نه به خاطر اینکه اون یه نجات پرسته بلکه نیست But they can't him. ولی مشکل اصلی که نمیتونن کنترلش کنن they hate him از اون بدشون میاد به خاطر اینکه اون اصرار داره به گفتن چیزایی مثل این مورد why, why, why oh, so... میگه چرا پیشنهاد خرید دادی؟ میگه برای اینکه من فکر میکنم یه فضای بسیار مهمه برای آزادی بیان Uh, having a broadly um, اینکه به صورت شهودی یا درونی فکر میکنم که داشتن پلتفرمی که حد اکثر اعتماد بین مردم داشته باشه و بتونه فرامرزی حتی به صورت درست حسابی کار بکنه شدیدن مهمه. شاید مهمه برای آینده ای تمدن you've, you've <متحدث> <دلوقتي>. <متحدث> I, I میگه من اصلا وضعیت اقتصادیش رو اهمیت نمیدم so پس آزادی بیان بسیار مهمه برای تمدن با این مسئله چیزی براتون روشن شد؟ خیلی سخت معمول آدم بدونه کی کدوم طرف داستانه so انقدر دروغ زیاده آدم خوبا کین؟ آدم بدا کین؟ well, اینجا یه جواب بسیار ساده است و یه آزمون یا امتحانی که هیچ موقع خروجیش اشتباه نمیتونه باشه. Who are the ظالم و بعد کیا هستن؟ همه کسایی که با این ایده که همه مردم باید آزادی بیان داشته باشن و بتونن حرفهاشون رو بزنن مخالفن، اینا همشون آدمای ظالم و آدمای بدن. That's an هیچ موقع <تص> خ... نتیجهش ب... اشتباه در نمیاد و یه تستی که صد درصد دقیقه you allow who with you to talk? شما آیا اجازه میدید آدم ها که با شما مخالفا حرف بزنن؟ اگر اجازه نمیدید شما هم یک آدم ظالم هستید And the are و امشب ام امشب اونا چون اون شبی که میگن شب نیست دیگه واسه ما میشه روز اگه شبه مثل شب مثل دیشب نیست هر شب مثل بگذریم میگه که همه آدم های ظالم امشب دارن عزاداری میکنن In Congress, Democrats made a تو کنگره تمام تلاششونو کردن آخرین رو به کار بودن شاید بتونن باعث بشن که ایلان ماسک بکشه عقب از این پیشنهاد. Congresswoman کسی که حالا نماینده کنگره است کاترین کلارک گفته اون کسی که توانش رو داره از لازم مالی که توییتر رو بخره باید توانش هم داشته باشه که بیاد اون مالیات عادلانه رو پرداخت کنه گفته که حالا این بحث یه تکسی و قرار بود بذارن که از کسی که ثروتمندا کمترین مالیات رو بگیرن به خاطر حالا اون شرایط کارآفرینی و غیره که دارن اونا که شرکت های بیکوب کمپانی بسیار بزرگ هستن که اینو چیزی بوده که خود جو باید از زمان اوباما بوده زمان جو بایدن بوده زمان ترامپ هم بوده به خاطر اینکه بعضی از شرکت ها انقدر بزرگ میشن که اونا میتونن برای دولت و شرایط بذارن مثلا کمپانی اپل خیلی راحت با اتحادیه اروپا صحبت که که 4 درصد بیشتر مالیات نمیدم اگر بیشتر میخوایم بگیری نمیام تو کشورتون و این وضعیتی بوده که بوده حالا داره مطرحش به ایلان که بنده خدا میندازن What's اون <میدان> میگه <میدان> داره اشاره میکنه مقاله ای که نوشته شده بودش در رابطه با دیسانتس فرماندار فلوریدا که گفته داره از قدرتش سوء استفاده میکنه تا یه شرکتی رو حالا تنبیه کنه جریمه کنه اشاره داره به اون درگیری که بین والت دیزنی و نماینده گاورنر فلوریدا اتفاق افتاد فرماندار فلوریدا که فرماندار فلوریدا گفته بود حق ندارن در مدارس به بچه ها های جنسیتی بدن یا مغز بچه رو با این پر کنن که تو الان مثلا از لحاظ فیزیکی ممکنه مرد بشی ولی ممکنه زن باشی و این اتفاقات که ذهن بچه خراب میشه در حقیقت تشویق میکرد به اینکه بچه ها دوست داشته باشن جنسیتشون رو چیز دیگه اعلام کنن و این خیلی خطرناک بود تو بعضی از ایالت تبدیل به مد شده یعنی خیلی با کلاس شده یه سری مقاله اومده افرادی نوشتن که اصلا داشتن میرفتن به سمت تغییر جنسیت با کمک روانشناس اینو تونستن به این اثر برسن که آقا من فکر کردم مثلا در درونشون بدونه که خوششون بدونه چون فکر کردم با کلاسه داشتن میرفتن سمت این کار دیزنی رفت شکایت کرد اینا هم رفتن از اون شکایت کردن و توی فلوریدا، تگزاس، آریزونا جا حق با خداست دیگه یعنی اون اتفاقی که درسته میشه میفته بر همین فعلا به ضرر دیزنی شد حتی کارمندای دیزنی اومدن حمایت کردن از فرماندار فلوریدا حالا این شاخه اون شاخه نکنیم گفتم یه گریزی بزنم بدونید چیه یهو دموکرات‌ها شروع کردن

<مال> جالب بدونید که اکثر این کمپانی بزرگ در حقیقت کسایی هستن که به دموکرات کمک مالی میکنن برای انتخابات برای همینه که دموکرات هیچ کدوم دوستن مالیات این کمپانی بره بالا میگاری چی شده یا شما دارین شعار میدید که مالیات های کمپانی بزرگ رو ببریم بالا چون آهان چون یه کمپانی بزرگ یه میلیونر یا بیلیونر پیدا شده که اون به شما کمک مالی نمیکنه. <مال> <مال> Bonnie Watson All of a sudden, Democrats are calling for any kind of higher taxes on the big companies that fund their campaigns. Why? Because here's one that may not fund their campaigns. Congressman Bonnie Watson Coleman wrote this If you can buy a major social media platform, you can pay your fair share in taxes. <laughs> حالا رسانه اجتماعی بخری بعد پول داشته باشی بیای مالیات عادلانه هم پرداخت کنی شعارش هم میبوده که از پول رو بیشتر بگیرید مالیات میگه که این بحثا خیلی وقت بود نشنه بودیم تمه چیزی هم که دارن گیر بدن همین فکر کنم بند خدا ترامپ تا حالا 65 بار براش پاپوش مالیاتی دوختن آخرش هم تبرئه شده ولی چیز دیگه در چنته ندارن <تسلم> 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 حالا میگه چرا انقدر عصبانی هستن اون انحصاری که روی اطلاعات و روی گفتمان داشتن داره اون انحصار شکسته میشه Has been در حقیقت این توانایی کنترل این که شما به چه چی چیزی باور و اعتقاد داشته باشید داره شکسته میشه. So میگه بازم دارم بهتون میگم اونا دارن سعی میکنن قدرت رو دوباره به دست بیارن تا بتونن به شما بگن که کی باید دهنتون ببندید که نه باید سکوت اختیار کنید صحبت نکنید میگه تاکید میکنم این حمله به ایلان ماسک نیست Not tax him into He's the man. اونا نمیان اونو ازش مالیات بیشتر بگیرن اون سبت متر آدم رو کره زمینه یعنی با مالیات نمیتونن فقیرش بکنن در حقیقت منظورش اینه این حمله به شما و حق شما برای حقوق شما, حق شما برای آزادی بیان یا آزادان آزادانه صحبت کردنه برای اینکه بتونید تفکرات خودتون و ذهنیت خودتون رو آزادانه در ملع عام در موردش صحبت کنید But for once it's not ولی برای یه بارم هم که شده این جواب نمیده And the media are و شدیدن رسانه ها سر این موضوع عصبانی و خشبگین so wow. میگه اونا به صورت اساسی و خیلی شدید توسط اینترنت آزاد و حالا همین بحثای که الان پیش اومده تهدید شدن و حمله عصبی بهشون دست داده نگاه کنید ایلان ماسک ایلان ماسک یک قدرت جدید در قولهای رسانه اجتماعی میگه اومدنش داره باعث میشه که ترول ها دوباره برگردن ترول ها اون اکانت های ناشناس که میان فوش می نویسن و غیره همونا که الان سایبری جمهوری اسلامی هر کدوم سی تا دارن با هم میان یه همیان مثلا خامنه ای و ریتویت میزنن یا لایک میکنن یا همگی با هم میرن یه براندازی شروع میکنن ریپورت کردن که اکانتش بسته شه به اونو میگن ترول یعنی آدم های مزاحمی که اکانت های ناشناس دارن و سعیشون فقط در تخریبه happening in the background of Elon Musk saying basically I want to buy Twitter so I can open it up and turn it into Gab and let Donald Trump back so ان نهایت نگرانی این اینه که ایلان ماسک قرار بخره توییتر رو بیاره تبدیلش کنه به فضای مثل کپ که یه پلتفرم دیگه است که همه بودن و اجازه بده که دونالد ترامپ دوباره برگرده there are real consequences to allowing anybody to run these internet sites and say whatever it is they want <laughs>. میگه واقعا یک عواقب وجود داره برای اینکه شما اجازه بدید هر کسی بیاد این رسانه اجتماعی رو کنترل کنه و بخواد با اینا به رو اینا کنترل داشته باشه با میگه ایلان ماسک مثل روباهی میمونه که میره تو قفس مرغا بسیار خجالت آوره که توییتر که یک جالب دیگه میگه یک امانت اجباری به عنوان وظیفه داره یعنی وظیفهش امانت داریه که اون هم دفاع کردن از تمام مردمی که دارن اون استفاده میکنن که میلیون ها نفر هستن خیلی جالبه ببین یارو چقدر احمق و چقدر داره سعی میکنه واجه ها رو به تسخیر خودش تبدیل تا یه چیز غیر منطقی و منطقی جلوه بینه میگه نظر یک زن رو پرسیدن در این رابطه آیا با یک نفر زن یه زن فقط یه دونه زن در این رابطه مشورت کردن؟ میگه آیا با یک نفر رنگین پوست که به اشتباه داره از تویتر استفاده میکنه باش مشورت کردن یا آره از... کسی که حالا رنگین پوستی که داره استفاده میکنه برای شغلش بهش احتیاج داره میگه پس ایلان ماسک تهدید واسه آدمای ضعیف say the really, really... در قدرتمندترین افرادی که شن امتیازات ویژه داده شده در اجتماع ما دارن اونا دارن این حرف رو میزنن جدی میگین no. really میگه آدمای ضعیف اون کسایی هستن که الان هیچ شانس و فرصتی برای زدن حرفاشون نداشتن اونا ضعیفن میگه اون چیزی که شما الان دیدید فریاد درخواست مکرر این افراد قدرتمنده که اجازه بدید ما این ضعیف ها رو ساکت نگه داریم kind of همه میتونه اینو بفهمن به غیر از آدمایی که خواستار این سکوتو خواستن و بح... بستن دهن مردمن so میگه به معنی واقعی اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد دارن چی میگن میگه اونا موظفن که این امانت داری رو ادامه بدن حالا امانت داری ها خیلی جالب در موردش حرف میزنه میگه یعنی اونا موظفن امانتداری به این صورت انجام بدن که یه پیشنهاد خرید به این خوبی و بیخیال بشن این امانتداری نسبت سهامدارا اینجوری بهتره که بیخیال بشن و بذارن سهام تویتر هر روز ارزونتر از قبل بشه حتی هیچ گونه منطقی هیچ معنی نمیده یه همچین کاری میگه اگر میبینید هیچ معنی نمیده برای اینکه شما دارید یک آب شدن تجربه تدریجی رو دارید نگاه میکنید یک زوب شدن رو. Course, the bottom, the میگه آخر این زوب شدن هم که همیشه میدونید همیشه یه خروجی بیشتر ندارون که آقا اون داد میزنم میگه اون چیز نجات پرست wait for کنید تا نیویورک تایمز بیاد یه مقاله بنویسه که آقا ایلان ماسک نجات پرسته شان کینگ فیک تویتر کینگ که حالا به نوعی جالبه میگه میگه یک کسی که به عنوان رنگین پوست به صورت فیک میاد فعالیت های سیاسی انجام میده اومده نوشته ایلان ماسک تویتر گفته در به صورت پایه ریشه این که ایلان ماسک میخواد به توییتر رو بخره بحثی سر چپ و راست داستان سر چپ بودن یا راست بودن نیست این بحث در مورد قدرت سفید است. این مرد در یک حالا دوره آپارتاید توسط سفید پوستا بزرگ شده He's upset اون نگرانه که سفید پوسته بیاد و اجازه بده به افراد که افراد بتونن همه با همدیگه همدیگه رو خطاب مستقیم خطاب قرار بدن و به همدیگه توهین میکنن حتی بگم این شانکینگ امروز اکانتش بست و از توییتر رفت و یه جشن بزرگی در توییتر به پا شد به خاطر اینکه این اکانت ف... یا تمام کسایی که مطمئنن که دیگه نمیتونن به فعالیت قبلیشون که دروغ گفتن ادامه بدن و غیره خیلیشون دارن خودشون میرن امروز مثلا چند تا از این مالکش های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود نوشته بودن که آقا میذاریم میریم هم هم زیرش نوشته بودن بری شهرت کمشه بری به خاک سپرده تا از این صحبت ها بله دیگه هم داره میگه آقای آدم جعلی سیاپوست چون سیاپوس هم نیستش رو سبز دست میاد و حمله میکنه به ایلان ماسک So Musk hasn't responded point by point to all this and again there's something a little bit pathetic if you care about democracy and pinning your hopes on one guy but again what are our options at this point? میگه اولاستم تک تک جواب اینا رو بده حالا شاید بعدا جواب بدهنم میدونم ولی میگه این خیلی غمگینه که ما تمام امیدمون رو برای دموکراسی بیان فقط به یه نفر سنجاق کنیم ولی خب راه دیگه‌ای نداریم راهمون فعلا تن راهی را داریم همین راهه so far, right میگه خب تا الان که ایلان ماسک چیزایی که گفته درست بوده و اینکه امروز از اومد خریدش هم اعلام کرد که آقا خریده Quote, Free speech is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town square where matters vital. خب اینو که تو اخبار بعینش براتون خوندم و اینکه بله امروز هم زدیم بالا یه ساعت ببخشید اگه طولانی شد ممنون که اخبار 24 ساعت گذشته رو با من فراد متقی بودید امیدوارم که از اخبار راضی بوده باشید اگر اینجوری بوده ممنون میشم لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر با هم باشیم شب روزگارتون خوش تا وعده بعدی خبری خدا نگهدار